قاضی جا شا ولا یک اوشتو کی بیچارہ مرد با پات کر او اصلا بھی بلخ عمری میں اور با پات کر با بس میرا طرف نو ولایت دمی مرسوی موتر روان است نو ولایت افغانستان ازوی ازمی جا موتر شد می یک دری بسیار تنگ قید چیز کردن تنظیم کردن دیگه 8 ساعت دمی را بند هستیم و راهی هم وجود نداره که ما سفر بکنیم. البته اون طرف هم موتر می آین که شما شاهد حالش هستین و به این طرف هم راه بند هست. 20 دقیقه تقریبا موتره استاد است. 20 دقیقه راه میره. خب ما همینطوری پیاده اومدیم این طرف. یعنی شما تا 20 دقیقه پیاده راه کردیم اومدیم. اومدیم ها. این می راه بسیار مشکل است که خود راه چی نیست که علی یک دم جورم نمیشه که یک دم دفتن جور شه. اون مرای سالانه که یک ذره کوشش کنه زودتر جور کنه اون مو خوبتر باشه. مسافر هستین یا دریور؟ دریور هستم. خب چند بجه اومدین و چقدر وقت میشه که اینجا هستین؟ از ساعت 7 بجه شام بند هستیم تا به حال ده. 7 بجه شام؟ بله 7 بجه. 25 روز میشه که از نیمروز رفته بودم بیاد رازو جمع رادیمار شدم پس. نیمروز چیکار میکردی؟ دوی در ایران میرفتم. ایران چیکار میکردی؟ او جانمی کار دیقانی. خب یعنی رادیمار شد پس دوباره میری؟ پس میرم در خانه دیگه دو قریبا 25 روز میشه که از خانه برآمدم او یعنی علی پس میرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت هموطنان عزیز. امید که خوب صحتمند باشین و چینل افغانستان پراید خوش آمدین. امروز یک سفر داشتیم از ولایت کابل به طرف مزار و طالقان البته تخار. متاسفانه که تقریبا از دوی شب که راه بند هست. امروز فعلا تقریبا ساعت 8 صبح 8 نیم صبح هست. اینمی هموطنان عزیز ما که میبینید شما کلشان اینمی امروز دمی راه بند موندن. دو طرفه راه بند هست. بسیار مشکلات وجود داره. خوب است که در رابطه با این بندش راه با هموطنان خود صحبت بکنیم که چرا مشکلات را سپری کردن و در چی حالت قرار دارن. اینجا یکی از دوستای ما البته به خاطر همکاری آمده. بیایم پرسانشان بکنیم که از چی وقت و تا چی زمان در حال همکاری هستن با دوستایمان. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جور بخیر. سلامت سیم من استاس نوم. نوم عمر مجاهد. عمر مجاهد. دل تسل پا تاسر اغلسی. دل تخبر اخو بار در موتر کیم و زم مزایر شریفی تا. او د پرون سارا چې ملمنس کړی دا وتلی یم په دغه لارې باندې. بس دا موټران دیخوا ته که دا موټر دیخوا ته که د خلکو خدمت کې لګیا یم. دوستا از میگه دین روز از نماز صبح که خواندیم میگه البته حرکت کردیم بالاخره آمدیم اینجا میگه به خاطر تنظیم موتر. ببینیم که با چه مشکلات روبرو شدن. تاسو څنګه دا موټرونه تنظیم او دومره موټر چې لارم ډیر لري دی او بند دی آیا دا د تنظیم وړ دی که نه؟ تنظیم وړ خو نه ده خو بس د مجبورۍ کار دی پوس بری و دڅ کبلار چې توسه د مخکې ولاړم دی خواته هم لار نسته دی خواته ولاړم هم لار نسته دا غټ یو خواته کوم کوچنی ملي خواته کوم بس د مجبورۍ کار دی څنګه کبل لار نه ښه اوس دا منطقه په کوم نوم باندې یادېږي والله چې په نامه خاص نه پوهېږم شي بار ورته وای سنگفر میگه سنگفر بله سنگفر بعضی به کدام طرف میره بعضش میره طرف نو ولایت دمی مرسوی موتر روان است نو ولایت افغانستان ازوی ازمی جا موتر شد دمی یک دری بسیار تنگ قید چیز کردن تنظیم کردن دیگه سه شب است که ما خود ما دی در ماندیم آن رای حل چیستا رای حل است که بنوبت بیان رای چیز بند شده خواک بند شده رای خواک بند شده تا که بدیل زورا را جور نکنه اینمی قسم حال است باید یا ایجر یک طرف مکمل موترای خرد کلان سه روز از یک سو نیلو کنه باز سه روز دیگه از یک طرف نیلو کنه این قسم گدوتی اگه باشه سه روز دیگه ما در شش روز دیگه نمیرسیم مسئول کیست؟ مردم است یا مسئولین است؟ مسئول 99% دریور هست ما خودم هم دریور هستم 99% دریور هست؟ 99% دریور هست بله بخاطر از اینکه نه تعلیم نه تربیه دریوری را دارن من کندکن با هم یک تعامل یک دخن نداره یک دریور تعامل نداره بله چند تره باش کنیم؟ دوست عزیز شما نظریات هموطنان شنیدین البته ببینیم که مسیر چقدر بند هست خود ما تقریبا از کابل البته امروز شنبه هست ساعت تقریبا 8 و نیم صبح هست بعد از دیگر جمعه حرکت کرده بودیم فعلا تقریبا از دوی شب را بند بود خوب است دوستان ما یک پیش نیاز دارم به می کسایی که دیگه همکار است یک قسم مخابرکای خرد خرد از دانه 2.5 تا 3 هزار متر تا 3 کیلومتر کار میکنم یا را به او خاطر بسیار کار از رسولت میکنه حال یک بیچاره طالب او طرف میده
یعنی گپا را در نظر بگیرن دیگه، توکل به خدا. دیگه غیر از او اگه این راه قسم بانن سه شو خود ما دمیج هستیم دیگه، شاید دسته شاید دیگه ما نرسیم. خب یعنی این مخابره را موتروانا داشته باشه؟ نه، این مخابره را مسئولین دیگه راه را تنظیم میکنه، اونو مردم را داشته باشه باید. خب خیلی خوب، تشکر از تشکر از خودتونم که محترم هم اینجا هست. زنده باش. سلام کاکا. علیکم السلام. خوب هستی؟ به جوری تکرای بخیری. الحمدلله. موتروان هستی یا نه که مسافر هستیم؟ از بغلان حرکت کردیم. خب از بغلان حرکت کردیم تا کابل میریم. آها، به طرف کابل میریم. تقریبا همین اون طرف که باشم 20 دقیقه تقریبا موتر استاد از 20 دقیقه راه میره. خب من اینجوری پیاده اومدم این طرف. یعنی شما تا 20 دقیقه پیاده راه کردیم اومدیم. اومدیم. اما موتورها استاد. چند بجه حرکت کرده بودیم؟ ما دیر ساعت 3 حرکت کردیم. دیر ساعت 3 بجه حرکت کردیم. فعلا تقریبا 8 و نیم 9 بجه است. 9 بجه است. تشکر از شما. خیلی ببینید. سلام علیکم. خوب هستین؟ قراری جور هستی. موتروان هستین یا نه که مسافر هستم؟ نه، دلیور هستم. چی پیام داری به ما ایده موتروانا یا کسایی که مسئول هستن؟ این راه بند هست، اگر به میالت ادامه پیدا کنه شاید یک تعداد مریض داشته باشن، یک تعداد حالت خراب باشن. پیام تا چیه؟ الان می راه بسیار مشکل است که خود راه چی نیست که یک دم جورم نمیشه که یک دم دفتن جور شه. اون مرای سالان اگه یک ذره کوشش کنه زودتر جور کنه اون مو خوبتر باشه. راه هست این می راه حل شو نموز که نمو جور شه، جور نمیشه. خب تشکر از شما. دوستا از یکی از دوستان جا پیام داره. سلام. و علیکم سلام. خوب هستین؟ جان جورت بخیر. اسم مبارکتان؟ اسم مبارکی من غیرت خان است، از ولایت بغلان هستم. پیلن دین روز 3 بجه حرکت کردیم طرفی بغلان. حالی همینجا را بند است و یک خواهش از مسئولین داریم، کسی که اینجا مسئولیت داره یا از یک روز از یک طرف پیلا کنه از دیگر طرف بند کنه. بعضی جا شا ولا یک اشتو کی بیچاره مرد وفات کرد. از طرفی پل خمری می آورد وفات کرد. وفات کرد؟ دموتر بود؟ دموتر بود. پس دور در خانه بود. دوستان عزیز میگه یک طفل را بند بود وفات کرد. دموتر بود شو امو جا وفات کرد. تشکر از شما. خیلی زنده باشین. پیام دارین؟ نه ما خلاص. سلامت باشین. دوستان عزیز اینی مسیری البته کابل و نو ولایت افغانستان که با او طرف البته مزار میره و سری پل هست و سایر ولایت هست. شما میبینید که وضعیت به یک حالت ناگوار و یک حالت بسیار بسیار ناخوشایند که یکی از دوستای ما هم صحبت کردن و گفتن که یکی از اشخاص و یکی از فامیلا یک طفل خود از دست دادن. این واقعا بسیار ناامید کننده و ناخوشایند هست. باید مسئولین در این رابطه توجه جدی داشته باشن تا همی اشخاصی که مشکل دارن و بالاخره مشکلاتاشون باید سپری شود. البته اینجا دوستای ما هستن. سلام. سلام. خب صحبت نکردن؟ میشه که از اینا پیامی داشته باشیم که اینا چی پیامی دارن با ما؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ خوب هستین. بخیر صحتان. خوب سلامت باشین. مسافر هستین یا دریور؟ دریور هستم. خب چند بجه اومدین و چقدر وقت میشه که اینجا هستین؟ از ساعت 7 بجه شام بند هستیم تا به حال را. 7 بجه شام؟ بله 7 بجه شام. یعنی شب کلا هم چه سپری کردین شما؟ بله شب کلا هم چه سپری کردین. از کجا اومدین؟ از کابل. از کابل؟ بله. خب کجا میروین؟ پل خمری. پل خمری؟ بله. خب اینا میشه که یه همکار تکنیکی مون اونجا استاد شون، همین تصویرم درست بیه. ولی رای حل چیست؟ همین بحران هموطنهای ما که فعلا تقریبا شب سبا کردن و فعلا در این وضعیت ناگواری قرار دارن، رای حل چیسته؟
رای حل برادر خان دیگه مشکلات ایران رقم میبینه که سر و سر جنجال است. دیگه از حکومت تقاضای منوی است که هرچی زودتر مسجد شهرهای ایران را زودتر برش رسیدگی بکنن و همچنان به شهرهای سالنگ زودتر رسیدگی بکنن که چون یعنی مقدر مردم اگه میبینید این مشکلات است، مسیر نو ولایت است، مردم دچار مشکلات زیاد است. از حکومت توقع منوی است که هرچی زودتر بکار زودتر. خیلی خوب، میگن اینجا شب یک طفل وفات کرد، حق داره؟ از او خبر نداریم. از خبر نداریم؟ نه خبر نداریم. خب تشکر از شما، انشاءالله که پیامتان به زودترین فرصت رسیده میشه، باید مسئولین در این رابطه توجه داشته باشن. درسته، تشکر از شما. همکنان از شما هم تشکر کنیم. دوستای عزیز، بر علاوه که بسیار هوا سرد است و یک غبار هم هست، خاک هم هست و در ضمنش موترها از دو طرف، موترهای باربری و در ضمنش موترهای که مسافرین انتقال میتن از این مسیر عبور میکنن. خوب است که یک برادر ما که اینجا قبلا با ما صحبت کردن، میشه که اگر وقت داشته باشن با ما کمی صحبت بکنن. خب برادر عزیز، میشه که کمی دیگه اضافه کنین که این موترها از کجا میاین و به کدام سمت میروند؟ اینا ادا ټول دغه راځي مزار نه روان یورو را بربری موتران دی، بعضی کیو سری دی، بعضی کوچنی موتران دی. خبر ده پوسول چې دوی کی خپل انصاف نسته، دا خو دوه قطار راسی نه، دوی خپل قطار روسی بالا نه کیږي، لار بند کی که تاسو یو قطار راسی دوی که مشکل بری دا خپل خپل دوی زی او دوه قطار راسی بالا نه کیږي، ټول مشکل دا دوه دا کوچنی موتران جوړ کړی بل حال دا غټان کور دی لري خپل لار خپل ویني چې روان دی مشره دان جوړ دښنیان دوه قطار درې قطار راسی بل لار کوچنه کنه کیږي. اول دې امارت لمدا خوښ دی، لار بیخي خراب ده، مسلمان وته وټه کی فارزه کی پوسه وته جوړ کی په دې رقم نه کیږي موټر ونه خپل کار نه کی دا امارت ته نه فر تکل ته درې شي په چې لا داخل کې رقم تیر سی کنه دا وس دوه نفر ده بس مجاهدین دی دخل دوه نفر یو هم دا ټول موټر مور په دغه رقم تیرو بل لار نسل ته آی امکان دا نشه چې مګه دا اړینه یو دیو خو موټر پرې دی چې راشي دی خواته اغه سم کړی چې یو ورځ ده واکی یو ورځ ده واکی دوه ورځ ده واکی دوه ورځ ده واکی یعنی یو ورځ دوه ورځ تکابل نه راځي موټران دا چې تیر څل به دوه ورځ د مزه ده خو راځي او چل دا چې دلته مریضان دلته مریضان نه کیږي بس سوال یې نس دقیقا میګا دوست عزیز او طرف هم مریض هست و این طرف هم مریض هست، موترهای باروبری میایا شما ببینید که بسیار حالت واقعا ناخوشایندی هست. سلام. و علیکم سلام. خوب هستین؟ شکر خدا دعای تو زنده. خوب هستین؟ اسم مبارکتان؟ نسیم. نسیم جان مسافر هست البته. آه. از کدام ولایت؟ از کندوز. از کندوز آمدی یا میروی؟ میرم کندوز، میرم از کابل. میروی؟ ها. اینجا را بند هست. چقدر وقت میشه؟ چند ساعت میشه که اینجا هستین انتظار هستین؟ 12 بجه اینجا آمدیم تا ولی دور بند هست. 12 بجه شب؟ ها. فعلا را بند است. ها را بند. چقدر وقت میشه؟ چند ساعت شد فعلا؟ ولی تقریبا 6-7 ساعت میشه که اینجا بند ماندیم دیگه. 6-7 ساعت. ها. آیا پیام داری برای دوستایی که تو را بیننده هستن و کسایی که صدای تو را میشنون و او کسایی که مسئول هستن که باید این را درست کنترل شوه، پیامی هست؟ بله هست، پیام چرا نیست، برادر من پیام ما هست که همی را جور کنن، مردم برو خوبی و صحیح سلامت خانه شان برسه، همین پیام ما هست دیگه برادر. تشکر است، زنده باشین. سلام. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین، تکلاستی. اسم مبارکتون؟ بهرام خان. بهرام خان؟ آه. از کجا آمدی؟ بخیر، از کابل آمدم، میرم در قندوز. قندوز میری؟ آه. راه خوب بند است، چه رقم میروی؟ راه بند است دیگه، این موتره کلانا تیر میشه بخیر، این راه دیگه میدم 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 تو میرم دیگه چیکار کنم دیگه دیم داشت ماندم دیگه دو چهار بجه دیگه را رکت کردم. اگر فرض بکنم یک شب روز باری این نان تو یا آب تو یا مکان تو اگر خدا نخواست برفم برو با چیکار میشه؟ مجبور است که یک تیاره بیا دیگه ما مردم بالا کنه که تیاره شو کدام طرف بریم دیگه، از خونکی میمونم از گوشنکی میمونم اینجا. دوستا عزیز میگه اگر یک شب روزم بانیم مجبور است که تیاره بیایم مورا بلند کنه که تیاره نه بیایم مجبور است میشه کلش میمونه دیگه از خونکی و گوشنکی چی کنه دیگه؟ راخه پاسم رفتن میتان هیترم رفتن کدام طرف میری خیلی دیگه سخت است واقعا، مجبور در کو بیادر پیاده شوی دیگه پیاده بری یا آیان بیاده از خونکی میشه میموری دیگه دیگه چی کار کنم دیگه واقعا. خب پیام داری با کسایی که مسئول هستن؟ پیام چی دان دیگه ما مردم موتر دیگه که رای داشو دیگه بریم بخیر چی کنم دیگه، یعنی پیام ما مردم که رای ما لا باش دیگه بریم بخیر ده خانه ما دیگه دی اول رفت سر و خود اعلان میشه 25 روز میشه که از نیمروز رفتم بودم بیا رازو جام رادی مار شدم پاس
نیمروز چیکار میکردی؟ دوی در ایران میرفتم. ایران چیکار میکردی؟ او جانمی کار دیقانی. یعنی رندمارش پس دوباره میری؟ پس میرم در خانه دیگه دو قریبا 25 روز میشه که از خانه برآمدم. او یعنی علی پس میرم. خدا شکرت. مهربانی. زنده باش. دوست عزیز باز هم یکی از دوستای ما هستن. سلام. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ شکر است. بخیر باشین. میشه خودم معرفی بکنین؟ عبدالمصور اسم از ولایت بدخشان دیگر از کابل طرف بدخشان میرم. عبدالمصور گرامی چقدر وقت میشه که در آب فعلا هستین و بند هستین؟ دیروز ساعت 2 بجه ما از کابل حرکت کردیم و ساعت 11 بجه شب رابندی بود تا حال دمیجا هستیم. یعنی از 11 شب شما همینجا هستین تا فعلا تقریبا ساعت 9 بجه؟ بله. رای حل چیست؟ حالا رای حل همی است که دیگه سالنگ راش باز کنن و مردم به همون طرف سفر کنن. پیام داری با کسایی که تو را بیننده هستن؟ با کسایی که بیننده هستن پیام ما همیست که دیگه در همی کوشش کنن که سرکای خدا دیگه با مسئولین همیست که سرکای را زودتر جور بکنن و دیگه همی مشکلات مردم حل شوه. تشکر هستم. تشکر. زنده باشین. دوستای عزیز این بود یک گزارش. البته مکانش هم به یاد ما نیست، اما همقدر میفهمم که ما از راه شیربور آمدیم به طرف تالقان. سفر ما هست تخار، چون ما هم تقریبا میشه که 7 تا 8 ساعت در میرا بند هستیم و راهی هم وجود نداره که ما سفر بکنیم. البته اون طرف هم مادرها میاین که شما شاهد حالش هستین و به این طرف هم راه بند هست. دیگه ببینیم که چی کار میشه. شما یکان تصاویر کوتاه را، یکان ویدیوی کوتاه را بیننده باشین. انشالله که اگر لازم به گزارش بعدی بود دیگه ما انشالله به شما میرسانیم. در غیر از او این بود گزارش فوق‌العاده و متفاوت از گزارش های دیگر. شما اگر به چنین موضوعات علاقه‌مندی دارین پس کانال یوتیوب افغانستان پرایز سابسکرایب بکنین، از ویدیوهای جالب و جذاب ما بیننده باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.